و در این بخش برنامه میپردازیم به نظریات بیننده های ما در صفحه فیسبوک صدای آمریکا که برنامه را به طور زنده تماشا میکنند. همکارم ژیلا نوری نظریات شما را مرور کرده و در استودیو با ما. ژیلا جان، دوستان چه نوشته؟ خواجه سلام خدمت شما و خدمت دوستان که برنامه را به طور زنده در فیسبوک و یوتیوب صدای آمریکا تماشا میکنند. بانک با سم از شما پیامهای متعدد دریافت کردیم و در میان یکی از بیننده های ما به نام شفیع افغان در پاسخ به پرسش برنامه امروز در مورد اقدام افراد در غرب به کشتار مردم تحت نام اسلام و پیامدهای از برای سایر مسلمانان چنین گزارش پیام داده. کشتار افراد بیگناه در اسلام قابل قبول نیست. مسلمانان همیشه قربانی دادن. حملات در غرب نه بر اسلام و نه بر مسلمانان تاثیرگذار است. در میان پست های صفحه فیسبوک صدای آمریکا گزارش در وبسایت ما در مورد فاش اسناد تازه آمریکا از زمان جیمی کارتر در مورد افغانستان، حمایت آمریکا از پاکستان و تحریک هویت مسلمانان در وبسایت صدای آمریکا پرخواننده بوده. در صفحه فیسبوک ما با بیشتر 214,000 رسیده و نظرات مختلف از علاقمندان صفحه نیز دریافت کردیم. این گزارش در صفحات مختلف ده ها بار هم شریک شده. در میان سایر مباحث رسانه اجتماعی امروز ویدیو و عکس ها از گلاباری مرگبار در لاس وگاس در ایالت نوادا در جریان یک کنسرت انعکاس گسترده داشت. رئیس جمهور ترامپ هم بر کسایی که عزیزانشان از دست دادن در توییتر خود پیام گرم همدردی داده. همینطور جیسن الدین، هنرمند آمریکایی که در ویدیوهای جریان کنسرت را صدای از در صفحات اجتماعی هم پست شده، با اظهار تاسف پیام همدردی خود برای قربانی‌ها و خانواده‌های از او هم پست کرده. این بود مرور کوتاه بر برخی از موضوعات جالب در رسانه‌های اجتماعی. سایر گزارش خبری وبسایت و پست های جالب ما را میتونید که در توییتر صدای آمریکا دنبال کنین، VOA دری افغان. با امید از اینکه باز هم بیننده پخش زنده برنامه در فیسبوک و یوتیوب باشین. فواد جان تشکر از شما.